ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمند. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمند. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بینندگان عزیز و گرامی و سوگواران ارجمند، حضور شما را در برنامه ویژه ایام سوگواری و شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ویژه برنامه زخم عتیق، خیر مقدم عرض میکنم. این سومین برنامه از سلسله برنامه هایی است که به صورت ویژه و زنده در ایام سوگواری سالار شهیدان از طریق تلویزیون تمدن و با همکاری همکاران عزیز و فداکار ما به شما تقدیم میشه. همچنان که در برنامه های قبلی هم عرض کردم، برخلاف سنوات گذشته که بیشتر رویکرد تاریخی داشتیم نسبت به نهضت عاشورای حسینی و در پی آن بودیم که بینندگان عزیز را با وقایع واقعی و راستین عاشورا آشنا بسازیم، با توجه به تحریف های گسترده‌ای که متاسفانه در تاریخ عاشورا صورت گرفته و خرافاتی که وارد این تاریخ بزرگ و سرخ و خونین و سربلند شده. اما امسال با تغییر روی کرد از منظر غالبا معرفت شناسی به این موضوع میپردازیم و سعی میکنیم که زوایای پنهان معرفتی نهضت امام حسین علیه السلام را مورد حلاجی و بازکاوی قرار بدیم. در جلسات گذشته که خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر سید آقا حسن حسینی بلخی بودیم، از چرایی قیام امام حسین علیه السلام آغاز کردیم و امروز در پی آن هستیم که پاسخهایی را که نسل جوان به دنبالش هست و تلاش میکنه این پاسخها را از مکتب عاشورا دریافت بکنه، مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم. و همین که نیازهایی که انسان مسلمان امروز و معاصر داره، به ویژه در حوزه معرفتی و انسانشناسی و اسلامشناسی، این دغدغه ها و نگرانی ها و نیازها و پرسش ها را مورد ارزیابی قرار بدیم و خودمان را به چالش بکشیم که چقدر میتونیم از عاشورا به عنوان یک مکتب کامل اسلامی انسانی درس‌های بیاموزیم که حتی 13 قرن یا 14 قرن پس از وقوع این حادثه خونین و جاودانه با مداوای دردهایمان از مجرای مکتب حسینی بپردازیم، با عاشورا را به مصابه منشأ پاسخهایی که مورد نیاز ماست مورد بازشناسی و بازخوانی قرار بدیم. سلام و عرض ادب خدمت شما حضرت استاد و خیلی خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض سلام دارم و همینطور خدمت همکاران شما و بینندگان محترم تلویزیون تمدن، و امیدواریم که انشالله بتونیم در این گفتگوها مطالبی خداوند تبارک تعالی بر زبان ما جاری کنه که هم برای گوینده و هم برای شنونده مفید باشه انشالله. انشالله و خداوند همه را اجر بده، از جمله حضرت عالی را که زحمت میکشین. ببینین آجوها، از اینجا میخوام شروع بکنیم که
عدالت و فضیلت به عنوان دو مقوله بسیار مهم انسانی نه تنها در عصری که ما در او بسر میبریم بلکه در طول تاریخ از مطالبات اصلی انسان بوده. همه انسان ها، همه جوامع، پیروان همه ادیان در طول تاریخ خودشان به دنبال دست یافتن به عدالت و فضیلت بودند. عاشورا هم به عنوان یک مکتب عدالت محور و فضیلت مدار مطرح است و مورد اذعان و اتقان کارشناسان و تحلیلگران قرار می گیرد. حالا در عاشورا چه ظرفیت هایی وجود دارد برای پاسخگویی به این نیاز نسل امروز جامعه بشری و مخصوصا جامعه اسلامی؟ انسان ها به صورت کلی نیازهای متعددی داره، ولی دین نسبت به همه نیازهای بشر نگاه داره و قرار است که همه نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای روانی و نیازهای معنوی و قلبی بشر رو تأمین کند. ولی اون بخشی که خیلی لازمه، در واقع وظیفه اصلی ادیان الهی و انبیا و اولیا هست، اینه که نیاز رشد و کمال و در واقع فضیلت محورانه زندگی بشر را چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تأمین کنه و هم نگاهی به دنیای بشر داشته باشد و هم نگاه به آخرت بشر. در بحث فضائل بیشتر ناظر به فضائل دینی و فضائل اخلاقی، اهم از فضائل اخلاقی که در دین مطرح شده یا به صورت عام در علم اخلاق مطرح میشه که در مقابل رذائل، حالا چه این فضائل فضائل بینشی باشه و چه فضائل گرایشی و قلبی باشه و چه فضائل رفتاری و عملی. عدالت هم چون برای اینکه موضوع مشخص شوه، اون بحث های مربوط به عد الهی و عدالت اعتقادی که عدالت رو ما به عنوان یکی از شاخه های اصول دین میدانیم، اون مورد بحث ما فعلا نیست. نه، همینطور ما بیشتر روی عدالت اجتماعی تاکید داریم. و همینطور عدالتی که در قیامت مطرحه، عدالت در پاداش و مجازات، پاداش افراد مطیع پروردگار و مجازات مجرمین، او هم فعلا مورد گفتگو نیست. اون چیزی که اینجا بحث فضیلت و عدالت مطرحه در جامعه انسانی است که قرار است که به کمک این فضائل یکی از فضیلت ها بحث عدالت هست. نکته محوری در بحث عدالت و ارتباط با دیگران اینه که انسان هیچ وقت در کنار هیچ ظالمی قرار نگیرد، کمک کننده ظالم نباشد، خودش هم ظالم نباشد، بلکه در کنار مظلوم باشد و مدافع مظلوم، که امیرالمومنین به حسنین فرزندانش فرمود که کونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا، شما در مقابل ظالم خصم و دشمن او باشید، با او کنار نیایید، با او مبارزه کنید و در صدد این باشید که حق مظلومین رو از او بستانید، از گلوی او بگیرید، ولی در کنار مظلوم و یار مظلوم باشید و دستگیر مظلومان باشید. در سیره و روش و سید الشهدا علیه السلام از آوان زندگیش و دوران 10 ساله امامتش و در 6 ماهه آخر عمر که دوران انقلاب و مبارزه و در واقع قیام علنی است، بحث حمایت از مظلوم و کمک به مظلوم و مبارزه با ظالم، به ویژه ظالمینی که بر اریکه قدرت تکیه زدن، در واقع شعار اصلی سید الشهدا است. در یک قصه که در کتاب الامامه و سیاست نقل شده، این ذکر میکنم برای اینکه ممکنه درش شبهه هم بکنن و از نظر تاریخی بعضیا بگن شاید ثابت نشده، به هر حال ابن قتیبه دینوری نقل میکنه که در الاتحاف نقل میشه، در کتاب سمو المعنا نقل میشه و یک آقایی در سال 1950 کتابی چاپ کرده، این آقا به نام عبدالله حسونه، اسم کتابش رو هم روی این ماجرا گذاشته که عنوان کتاب اینه که اورینب قصه تاریخیه
که به یک قصه ای که حکومت زمان و دستگاه بنی امیه میخواهند به یک فردی اجحاف کنند، نقشه میریزند که یک خانواده ای رو از هم بپاشانند با طرق خیلی معمولی و حتی به ظاهر شرعی. فردی را که والی و ولسوال منطقه است احضار میکنن در مرکز حکومتی و بعد اونجا معطلش میکنن و در نهایت میگوین از بستگان حاکم جامعه اسلامی بر حال کسانی هستند که شایسته همسری شما هستند و ایشان دختری داره، منصوبینی داره، اینها شایسته شما است، شما رفتی یه دختری فلان کس رو ازدواج کردید، این شایسته شما نیست. بعد وقتی خوب ایرا عاشق میسازن در نهایت گفتن بله شرطش این است که از همسرت جدا شویم. این هم همسرش رو طلاق میدن، نامه طلاق از راه دور روان میکنه، معطلش میکنن تا دوران عده تمام بشه. قصه این بوده که یزید عاشق اون خانم شده بوده از قدیم، اینکه اون آقا این با این دختر به نام اورینب ازدواج کرده عقده‌ای بوده برای یزید که چطور می‌شود این خانم شوهردار مؤمنه عفیفه را از چنگ این آقا در بیاریم. او باید طلاق بده، زمینه رو با نقشه بکشن و در واقع یک خانواده رو از هم بپاشانن. بعد قصه این می‌شود که اون خانم میره به خانه پدرش و اتفاقا مدینه بوده و یک سفیری هم از این ناحیه یزید بر حال و دستگاه حکومت میره که اینو خواستگاری کنن. خواستگار هم از صحابه رسول الله است. وقتی در بین راه در داخل کوچه سرک با سید الشهدا مواجه میشه، کجا؟ گفته میرم دختر فلانی را به دختر اسحاق را برای یزید خواستگاری کنم. گفت شما که میری، خب اگر قبول کرد برای یزید که خب قبول کرده، ولی اگر قبول نکرد منم خواستگار هستم، اسم من رو هم ببر. گفت خوبه. این بنده خدا رفت اونجا و گفت که آقا خانم شما سه تا خواستگار داری، تا حالا دو تا بود، شد سه تا. گفت چی؟ گفت اول خودم، دوم یزید، سوم امام حسین. گفت پدر جان شما که سنت خیلی زیاده، از خودت هیچی، این دوتای دیگر رو خودت با من مشورت بده. گفت دنیا میخوای یزید، آخرت میخوای امام حسین. گفت من امام حسین رو قبول کردم. قصه خیلی جالبه که به عقد امام حسین در میاد، مدتی میگذره و آقای عبدالله ابن سلام شوهر سابق این خانم بعد از مدتی میاد مدینه، از ولایت هم عزل شده، تجدید فراش هم نکرده، همسر دیگه هم خبری نبوده، این نقشه بوده. حالا آمده که یک مقدار امکانات مالی و مادی طلا و نقره پیش خانمش امانت بوده که این خانم عفیفه مؤمنه اینا رو چیکار کرده؟ اینو که نباید دست بزنه، این که مال من بود دیگه، مال خودش نبوده. آمده اینها رو مطالبه کنه، آمد خانه امام حسین که آقا این خانم شما به هر حال قبلا همسر ما بود، ما امانتی آیه، بپرسین چیزی یادش میاد یا نه. رفت پرسید، گفت بله. گفت طلا و نقره هایی که گذاشتی هست؟ گفت که میخوام که اگر صلاح باشه. گفت بله. میگن که هر لحظه خواستین در اختیار شماست. گفت که اگر زحمت نیست بگید شما بیارید بدید من. حضرت فرمود باید خودت از طرف بگیری، یعنی دست به دست میشه مستقیم. اینها وقتی روبروی هم قرار گرفتن، یاد چند سال زندگی مشترک و فضای عاطفی ایجاد شد. سید الشهدا فرمود که انت طالقون. بعد گفتن آقا زن شوهردار شرایط خاصی طلاق میخواد. حضرت فرمود من ازدواج نکرده بودم با ایشون رابطه داشته باشم، ازدواج بود که فقط اسم من روی ای باشه که کسی تصاحبش نکنه، زن غیر مدخول به هاست، همبستر نشدیم، دیگه نیازی با شرایط خاص نداره، طلاق که داده شد همین فردا میتونه ازدواج کنه. دید اینها با هم قلبهاشون با هم گره، در واقع با یک نقشه دقیق اینکه این خانم به تور یزید بیفته نجات داده، ای رو در خانه خودش مثل یک مهمان نگهداری کرده. بعد شوهر که آمده دنبال امانتی ها، گفته که از الان میتونید برید زندگیتون از سر بگیرید و از نو شروع کنید و رفتن.
ببینید یک فردی که از طرف یزید مورد ظلم و ستم قرار میگیره و حضرت باید به صورت خیلی ماهرانه و دقیق و با نقشه حق رو به حقدار برسانه و اینجا فعالیت خیلی مثلا در مقابل ظالم هم مواجهه اونچنانی نداشته باشه که بخواد دعوا را بندازه که آقا شما چرا چنین نقشه ریختی. نه، با نقشه نقشه رو باید خونسا کنه. بله دقیقاً. بله خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم انصافا. این قصه جالبه که من شنیده بودم ولی یادم رفته بود، شما دوباره یادآوری کردین. و این در واقع شاید بشه گفت که یک از کوچکترین موارد مبارزه امام حسین با ظلم و ستم بوده. بله، در حالی که ما نمونه های بسیار بارز و برجسته و فراگیر و اثرگذاری را سراغ داریم در مشی و منش و شخصیتی امام حسین که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کردن. با سپاس مجدد یک میان برنامه کوتاه با هم مشاهده میکنیم. سلام مجدد و سپاس از این که با ما همراه هستین. خداوند به همه شما گرامیان در برابر هر گونه مشارکتی که در آیین سوگواری امام حسین علیه السلام دارین اجر و پاداش عظیم عطا فرماید و مطمئنن کسانی که مشارکت میکنن در این گونه برنامه ها و سهم میگیرن ماجور و مشکور هستن. حتی یکی از کارهایی که میشه انجام داد نشستن در مقابل تلویزیون و گوش دادن به این گونه برنامه هاست، برنامه هایی که موجب معرفت افزایی ما میشه و آگاهی من را نسبت به قیام امام حسین علیه السلام بالا میبره و در نهایت ما را جهت‌دهی میکنه در مسیر درست و نوع عزاداری من را، نفس عزاداری من را هدفمند میسازه و آگاهانه. همچنان در خدمت شما و کارشناس ارجمند برنامه جناب دکتر سید آقا حسن حسینی بلخی هستیم با موضوع عاشورا و پاسخگویی به نیاز مسلمان معاصر. یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه هست و طبیعی هم هست که باید باشه این است که نسل جوان به دنبال یک آرمان شهر هست، آرمان شهرهایی که تا کنون از طرف متفکران و اندیشمندان و فلاسفه و بزرگان فکری و فحول علمی در چارچوب کتاب و مقاله و امثال اینا تبیین شده و در اختیار بشریت گذاشته شده، یا آرمان شهرها و اوتوپیاهایی که از طرف نظام سلطه حاکم بر جهان، قدرت‌های بزرگ و برتر سیاسی با صدور بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و امثال اینا به خورد بشر داده شده، هیچ کدام محقق نشده و در نهایت و در نتیجه آنچه اتفاق افتاده ایجاد سرخوردگی برای نسل جوان جویای آرمان شهر انسانی و اسلامی است. همه انبیا هم بدون استثناء در پی تأسیس یک آرمان شهر بودند، اونا از مجاری دیگری و بر اساس مبانی دیگری. اونا میخواستن با تکیه بر مبانی وحی و نظام تربیتی توحیدی یک آرمان شهر بی‌نظیر و خلل ناپذیر تأسیس بکنن که اونا هم موفق نشدن. حالا عاشورا هم به عنوان یک جریانی، به عنوان یک نهضتی که در ادامه حرکت توحیدی انبیای الهی شکل گرفته و منبعث از مبانی وحیانی و آموزه های آسمانی است، چقدر این ظرفیت را داره که ما را به سوی یک آرمان شهر انسانی رهنمون شوه و نقطه پایان بگذاره بر این همه رنج و مهنت و بحران و بنبستی که بشر امروز با مواجه است؟ قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام و انقلاب کربلا در واقع ادامه انقلاب نبی اکرمه، مدینه نبویه که
اون در واقع مدینه فاضله ای که هم از حیث اخلاقی و معرفتی و قانونی و اجرایی در شهر یثرب پایه‌گذاری کردن، اون قدم‌های اولیه اون آرمن شهر است که انبیا به دنبالش بودن و نبی اکرم طبیعتاً آمده بود اینو تأسیس کرد و تهداب‌ها را گذاشت و قرار بود این طبقات یکی پس از دیگری گذاشته بشه و در نهایت برسه به اون نقطه کمال. و در این مسیر وقتی انحرافات پیش میاد، مشکلات پیش میاد و راه‌های انحرافی در مسیر صراط مستقیم الهی قرار میگیره، بعد جانشینان پیغمبر اکرم وظیفه دارن که این مسیر رو اصلاح کنن تا در اون مسیر قرار بگیرن، هم مردم رو بیارن در این مسیر. سید الشهدا هم با قیامش در واقع تلاش میکرد که وقتی مردم و امت جدش بیاین در اون مسیری که پیغمبر تدوین کرده بود، ترسیم کرده بود، نشان داده بود، حرکت کنن که اگر به اون راه برون در نهایت به اون آرمن شهر نهایی میرسن. آرمان شهری که بر اساس اعتقاد ما در زمان بعد از ظهور منجی موعود موجود حضرت امام مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف محقق میشه. انشاءالله عدالت جهانیه که در واقع ظلم و ستم جهانی را برچینن و دین و الهی بشود دین حاکم و مسیطر بر کل هستی. و اگر یک ضعیفی، انسان ضعیف، در روایات نقل شده میگه یک خانم اگر بخواد از شرق عالم تا غرب عالم تک و تنها مسافرت کند، کسی نتواند به او چپ نگاه کند و امنیت کامل داشته باشد. یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. هدف اینه که به اون عدالت جهانی برسن، فضیلت کل دنیا را بگیرد، معارف دینی همه جا گسترش پیدا کند، به قسمی که فرمودن در آخر زمان معارف دین از بعضی از شهرها و مراکز دینی و علمی چنان گسترش پیدا می کند که نه که فقط در مراکز علمی مردم می توانند دین را بیاموزن از عقاید و اخلاقیات و فقه، بلکه زنان در پستوی خانه خود می توانند عالمه و عارفه باشند. خب این که اگر ما به اون آرمان شهر برسیم، باید فصل دانایی و شناخت و آگاهی ما در اون مسیر معرفت دینی در حد کمال خودش قرار بگیرد. از نظر ایمان، باور، گرایش و حب و بغض و تولا و تبرا هم در حد برسیم که مرضی رضای الهی و خواست انبیای عظام و نبی اکرم باشد. و از نظر رفتاری یک انسان کامل که مطیع خدا و رسول باشد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اگر به اونجا رسیدیم، افراد تک به تک از نظر معرفتی و ایمانی و رفتاری درست شدن، این افراد دانه دانه کنار هم که قرار گرفتن، جامعه متدینین رو میسازه و جامعه متدینین حکومت واحده دیندار، دین محور، خدا باور رو میسازه و این کمک میکنه که اون آرمان شهر الهی و نبوی محقق بشه. سید الشهدا در قیام کربلا در واقع همه هم مقامش این است که اون فضائل و در واقع ویژگی های علمی و عملی مرتبط بین مردم و دین که داره فراموش میشه و به تعبیر خود حضرت که فرمود سنت ها در حال از بین رفتنه و بدعت ها در حال گسترش و نضج و رشد و گسترشه، خب باید جلوی این ایستاد. چرا؟ چون فضیلت ها فراموش میشه، چون ما از اون آرمان شهر روز به روز فاصله میگیریم و به جای اینکه حرکت کنیم قدم به قدم به اون آرمان شهر خدا محورانه نزدیک بشویم که قرآن کریم میفرماید انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، انسان اونقدر رشد کند که به خدا برسد. انسان مطیع پروردگاری که رب عالمین است باید بشود ربانی، بشود عالم ربانی، عابد ربانی، عامل ربانی.
خب اگر این بخواهد بشود باید به حدی برسد که به قول امیرالمومنین که از او سوال کردند که آیا خدا را دیدی، فرمود من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. در آرمان شهر اسلامی باید همه این گونه نسبت به خدا ایمان و باور داشته باشند. گفتن آقا خدا که جسم نیست چگونه دیدی؟ فرمود با چشم که دید نمی شود دید، اما با حقیقت ایمان و قلب می شود خدا را دید. در آرمان شهر نبوی و علوی و الهی، آرمان شهری است که همه خدا باورن، همه دنبال فضائلن، همه تلاش میکنن که به خدا برسن، الیه راجعون شون. همه بحرانهایی که ما امروز با اونها مواجه هستیم ناشی از همین است که ما به این چیزایی که شما میفرمایین، این ارزش ها، این حقیقت و این ایمان پشت کردیم. به هر اندازه ای که انسان به معنویت و خدا و توحید و عبادت و رعایت حقوق دیگران روی بیاره و از مظالم و ستم بر دیگران خودداری بکنه، قطعا نزدیک میشه به تحقق جامعه آرمان شهری. اون چیزی که مشاهده میشه در جامعه، بخشی از جامعه ما فکر میکنیم مردم همه چیز را میدانن، یک بخشی از جامعه، بخشی از مردم در دنیا حقایق را نمیدانن. ولی نکته دردآورتر از او اینه که بخشی از جامعه که میدانن عمل نمیکنن. نکته محوری عمل نکردنشون اینه که اون دانسته ها، آگاهی ها و معلومات باید تبدیل به ایمان و باور شود، یعنی از ذهن منتقل به قلب بشه. اگر این معرفت ذهنی تبدیل به معرفت قلبی شد، تبدیل به باور و اعتقاد شد و قبول داشت، به تعبیر قرآن رضی الله عنهم و رضوان، یعنی پذیرفت که باید بنده خدا باشد، پذیرفت که راه حق و حقیقت این است، طبیعتاً بعد از این مرحله عمل هم می کند. خیلی از ماها مشکل اینه که اون حلقه وسط باور و ایمان ضعیفه، وگرنه اطلاعات و آگاهی های اجمالی خیلی ها دارن. اگر بخواهیم به اون آرمان شهر نبوی نزدیک شویم و ما به اون حکومت جهانی مهدوی نزدیکتر شویم و قدم به قدم پیش برویم، طبیعتاً اون معیارهای ارزشی و اعتقادی و فرهنگی و فقهی و رفتاری دینی را باید مطابق با شریعت انجام بدیم. این نشود که ما سلیقه خود را دخالت بدیم، بشیم نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، خدای نکرده. این ما یک بخشی را قبول داشته باشیم، هر جا منافع دنیای ما، خواسته های ما، هوا و هوس ما، شهوت ما، خشم و غضب ما، حب ما، اینا اگر با دین در تلاقی و تضاد و تزاحم قرار گرفت، ما سمت خواسته های خود برویم، این که نمی شود. درستش این است که جامعه هم توجه داشته باشن و هم قدم به قدم عمل کنن. راهش هم اینه که افراد، هر کس میداند، خودش اول معرفتش رو تبدیل به باور بکنه، عمل کنه، بعد دست اطرافیان خودش رو بگیرد بر اساس روشی که رسول اکرم گذاشت، و انذر عشیرتک الاقربین. میخوای تبلیغ دین کنی، میخوای هدایت کنی، میخوای جامعه رو درست کنی، اول از خود شروع کن، دوم از فامیل خود شروع کن، سوم بعد اطرافیان و نزدیکان خودت، بعد به فکر اصلاح دنیا و جامعه و کشور و کل دنیا باش. بعضیا فکر میکنن میتوانن کل دنیا رو تغییر بدن، در حالی که در تغییر خود دچار مشکلن. ما اگر خود ما از نظر باورها، رفتارها، منش به اونجایی نرسیم که رفتار ما، اعتقاد ما، ایمان ما مورد رضایت خدا باشد، مورد قبول پیغمبر باشد، مورد قبول اولیای الهی و امام عصر باشد، ما نمیتونیم ادعا کنیم که در اون مسیر حرکت میکنیم، چه برسه که برسیم. بله، خیلی ممنون، چقدر خوب توضیح دادین آجا، خیلی استفاده کردیم، انشالله که برسیم به اون مرحله. سپاسگزاری میکنم. یک ویژه برنامه دیگر هم دوستان دستور میتن به اتفاق حاج آقا مشاهده کنیم و البته همچنان در خدمت شما هستیم، انشالله که با ما همراه باشین تا پایان برنامه. پرسش های زیادی هست که قابل طرح هست در این برنامه و حتما استفاده میکنیم از خدمت حضرت استاد. سلام و سپاس همچنان از همراهیتان. در مورد ظرفیت عاشورا برای پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر و مسلمان و مخصوصا جوان مسلمان معاصر، در خدمت حضرت
حجت الاسلام دکتر سید حسن آقا حسن حسینی بلخی هستیم و بحران‌هایی که نسل امروز بشر و جامعه اسلامی به لحاظ معرفتی با اونا مواجه هست را مورد بازکاوی و بازخوانی قرار می‌دهیم و در تلاش هستیم که از آموزه‌های عاشورای حسینی و الگوهایی که در این نهضت کامل و جامع تاریخی برای این گونه بحران‌ها ارائه شده استفاده بکنیم. یک از بحران‌ها بحران معرفتی است. بحران معرفتی که امروزه حاکم است بر فضای فکری و فرهنگی جوامع مختلف و مخصوصا جامعه اسلامی به دلیل واردات گسترده‌ای که به لحاظ فراورده‌ها و داده‌های علمی و پژوهشی از مخصوصا دیار باختر و غرب صورت می‌گیرد در جامعه اسلامی و هر کسی متناسب با دریافت خودش از هستی و انسان و جهان و دنیا و آخرت و امثال اینا یک سری چیزایی رو به هم می‌بافه و به خورد مخاطبان و خوانندگان خودش می‌ده. مکاتب متعدد و متکثر فکری، فرهنگی، فلسفی که وجود داره و هیچ کدام هم براستی که بجای این که گره گشایی بکنن از کار بشر، گره های زیادی را به لحاظ معرفتی در کار بشر انداختن و در این میان رسانه ها هم بی تأثیر نیستن به خاطر پمپاژ و بمباران اطلاعاتی و فرهنگی که جوامع را می کنن و رویکردهای انحرافی و التقاطی و امثال اینا دارن. غالبا همه اینها موجب سردرگمی معرفتی نسل جوان امروز شده. عاشورا چقدر میتونه به این بحران پاسخ بگویه و بر این وضعیت غلبه بکنه؟ در بحث معارف و مجموعی از معرفت‌های بشری، اون چیزی که در دنیای باختر شما تعبیر فرمودید که هم خود معارف را و معرفت‌ها را محدود می‌دانند و هم منبعش را و هم ابزار و راه و روش وصول به آن را و بیشتر مادیگرا و حس محور و تجربه محور حرکت می‌کنند و غالب این مکاتب در واقع برخواسته از غرب این طوریه. حالا غرب به معنی فرهنگ غربی، ولو اینکه در شرق رواج داشته باشه. بحث جغرافیا نیست، بحث فرهنگی و معرفتی است. اما اون چیزی که بر اساس در واقع باورهای یک مسلمان شکل میگیره، درسته که اون تجربه های بشری همه مقبول است و ممدوح است و همه قبول داریم، اون که جای انکارش نیست و بر اساس همین معرفت های تجربی است که ابداعات، ابتکارات، پیشرفت تکنولوژی و امثال اینها اتفاق میفته و زندگی بشر روز به روز نو میشه و جدید میشه. اما بحث اینه که همه معرفت ها این نیست و همه هستی هم اون نیست که ما میبینیم. فقط عالم، فقط عالم طبیعت نیست، ماورای طبیعت هم یک واقعیت است. در این عالم فرشتگان هست، جنها هست و فوق همه موجودات هستی اون خالق عالم قادر حی مرید مدرکی که احاطه دارد، خلق کرده، روزی میدهد، هدایت میکند، دستگیری میکند. اگر ما ارتباط با او را، معرفت با او را، اتصال با او را انکار بکنیم که در واقع خیلی در جا زدیم و خودمون رو به زمین بچسبانیم، اخلد الی الارض و هیچ تکانی نخوریم. بعد معرفت‌های عقلانی، معرفت‌های الهام و کشف و شهود اینها در کنارش. قیام سیدالشهدا یک بخش عمدهش اینه که جامعه بیدار شون و آگاه شون، معرفت پیدا کنن به این که راه حق رو از راه باطل، مسیر حق رو از مسیر باطل، درست رو از نادرست تشخیص بدن، چه در امور دینی، چه در امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تمدنی، در هیچ کدام. ولذا مکرر داد میزد الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. مگر نمیبینید کسی به حق عمل نمی کند؟ این که عمل نمی کند یا نمیداند که باید بداند، یا میداند و باور ندارد که باید باورمند بشود، یا نه
به ظاهر نشان میداد که باور دارد ولی در جامعه ترویج نمی کند. وظیفه ای که ما در این مسیر باید قدم برداریم. در دوران ما همین مشکل وجود داره. بله، رسانه های تفکرات دنیاگرایانه به دلیل هزینه های سرسام آور و سنگینی که میکنن، شبکه های سیستماتیک ایجاد میکنن که از همدیگر قول های رسانه‌ای حمایت میکنن، طبیعتا تأثیرات اونچنانی هم دارد و این رسانه ها در واقع به کمک نظام سلطه از حیث اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هم حمایت میشن و جامعه را متحول میکنن. شما الان نگاه بکنید، بحث اخلاقیات و معرفت و دین مداری همین کشور ما و مردم ما، فکر میکنید 25 سال قبل الان همین گونه بود؟ به هیچ وجه. تغییرات غیر قابل انکاره، اینقدر تغییرات فاحشه که نگو. یعنی فضائل و در واقع خیلی از باورهای ما دگرگون شده به دلیل اینکه آمدن اول برای اینکه ما رو تغییر بدن، اول سبک زندگی ما رو تغییر دادن، اول رو بناها رو تغییر دادن، نمادها رو، چیزای جزئی رو، بعد کم کم رفتن به عمق، فعالیت‌های عمیق کردن و ما خودمون متوجه نشدیم. از روز اول که 20 سال قبل آمدن بعضیا با مؤسسات خیریه و کمک آمدن که مردم فکر کنن اینا خیرخواه هستن، خیریه هستن دیگه، کمک میکنن. ما گرفتن مردم خوردن و وقتی این رفت عضو بخشی از بدنشون شد، نوع نگاه عوض شد، اندیشه عوض شد. در عاشورا به امام حسین گفتن آقا کوفی‌های مسلمان، حالا چه علوی چه اموی، خب چرا در مقابل شما ایستادن؟ و منجر به این شد که اینا پسر پیغمبر کش شوند. فرمود ملأت بطونهم من الحرام، شکم‌ها از حرام پر شد، دیگه فکر درست کار نمی کنن، معرفت دیگه ندارن، راه را از چاه دیگه درست تشخیص نمیدن. معرفتی هم که میگیم، چنان که حضرت عالی فرمودید، این معرفت ها هم دنیایی است هم اخروی، هم جنبه های شخصی و اجتماعی. ما یک بخشش ارتباط با دین است و معنویت است و خدا است و پیغمبر است و قرآن است و سنت است، یک بخش از اون طریق باید ما معرفت کسب کنیم که دنیای خود را آباد کنیم، اجتماع خود را آباد کنیم. اینکه قرآن کریم میفرماید و امرهم شورا بینهم، به پیغمبری که اشرف انبیاس و در واقع عقل کل هست، به او میفرماید که با دیگران و اطرافیان خود مشورت کن و شاورهم فی الامر، ولی فعضا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم نهایی را باید خودت بگیر، وقتی عزم کردی دیگه از موضعت برنگرد، مدیر باید تصمیم قاطع نهایی را بگیره. خب دیگران باید بفهمن چه کسی باید مدیر باشه، چه کسی باید. تازه این نظامی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، چه در جامعه ما و چه در خانه ما و چه در زندگی شخصی من حکومت میکنه و سیطره داره، این چه نگاهیه؟ خیلی مهمه. من با چه مبنایی سیستم مدیریتی کار خودم رو پیش میبرم؟ آیا بر این مبناست که انسان یک موجود مادی است که در این دنیا میاد و بعد از دنیا میره و تمام میشود، یا نه این یک جنبه اش این قفس تن است، اصل وجود اون مرغ روح ملکوتی است که خدا در این وجود گذاشته، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. خداوند متعال به فرشته ها فرمود که وقتی بدن را کامل آفریدم فیدا سویتهو، بعد قدم دوم و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، بعد سجده اش کنید این آدم را. ما اگر اون معرفت رو نداریم، انسان ها را انسان با کرامت نداریم. لقد کرمنا بنی آدم، کرامت ذاتی انسان ها یکی از معارف است که باید بدانیم و عمل کنیم. این کرامت ذاتی مال مسلمان نیست، هندو هم کرامت داره، سیک هم کرامت داره، مسیحی و یهودی و بودایی همه کرامت دارن، همه محترمن. ما حق نداریم به هیچ انسانی جسارت کنیم، شمشیر به روی هیچ انسانی بکشیم. بله، انسان خدا باور با تقوای نمازخوان متحجد فضیلت برتری دارد، کرامت اکتسابی دارد، درجاتی رو خودش کسب میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی اون کرامت ذاتی مال همه است.
همه تا جرم مرتکب نشدن، تا جنایت مرتکب نشدن، تا به کسی آسیب نرساندن، ما حق نداریم به کسی آسیب برسانیم. در مدینه نبوی چگونه بود؟ طرف از بادیه مشرک ضد دین بلند میشد، میآمد در حضور پیغمبر تحقیق میکرد، حرفا رو میشنید، ایمان هم نمی آورد، برمیگشت میرفت. تعبیر قرآنه، میگه وقتی میآید باید امنیت داشته باشه، امنیتش با شماست، باید امنیتش حفظ شود. حتی یسمع کلام الله، حرف خدا رو بشنود، بعد برود به خانه خودش فکر کند که آیا بعد تسلیم بشود یا نشود، مسلمان بشود یا نشود، بنده خدا باشد یا نباشد، در اختیار خودشه، آزادیه. لا اکراه فی الدین، اصل پذیرش دین اکراهی نیست. درسته اگر من دیندار شدم، شهادتین بر زبان جاری کردم، ادعای مسلمانی کردم، آمدم سر سفره اسلام، از نظر شرعی و قانونی باید یک سری الزامیات رو رعایت کنم، از یک سری حرامهای دوری کنم، از یک سری فرضها و واجباتی رو باید انجام بدم، چون لازمه مسلمانی است. خب اینها رو باید بشناسم. این که ما در حوزه معرفت، از جمله در معرفت دینی، چه معرفت اعتقادی و کلامی، چه معرفت فقهی، چه معرفت اخلاقی، ما به یک جایی برسیم که خیلی از فضائل رو فضائل ندانیم. این روایت خیلی عجیبه، ما میشنیدیم میخوانیم، ولی الان در جامعه مشاهده میکنیم. حضرت رسول اکرم خاتم انبیا فرمود که یک زمانی میآید که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن. اصحاب گفتن مگر امکان داره؟ گفت بدتر از این، بلکه زمانی میآید مردم امر به منکر می کنن و نهی از معروف می کنن. می روند مسجد، میگه مسجد چرا میری؟ بیا بریم فلان جا. نهی از معروف، امر به منکر. گفتن مگر امکان داره؟ حضرت فرمود بدتر از این، میرسد به جایی که مردم معروف را منکر میدانند، یعنی باورشان اینه، و منکر را معروف میدانند. و سید الشهدا در قیام خودش میخواست معروف و منکر جابجا نشود و داد میزد که میفرمود من قیام کردم برای اینکه امر به معروف کنم و نهی از منکر، که معروف و منکر جابجا نشود، حق و باطل جایشان عوض نشود، مردم به گمراهی کشیده نشوند، مردم از جهالت نجات پیدا کنند. در زیارت اربعین و بذل، اینطوری تعبیر آمده، و بذل مهجته فیک لیستنقذ بهی عبادک عن الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین خونابه قلبش رو داد، خودش رو فدا کرد تا مردم از جهالت و گمراهی و سرگردانی و حیرت و در واقع از یک بحران معرفتی نجات پیدا کنند. و اگر امروز مردم دوستداران خاندان پیغمبر، موالیان رسول اکرم و اولیاء الهی و پیروان اینها و امت محمد اگر بخواهند این بحران معرفتی و دانشی و علمی را در واقع پشت سر بگذارن، چاره ای ندارن که به مکتب محمد و علی و حسین تمسک کنن و عزاداری های ما، مجالس ما، هیئت های ما صرف عزاداری و سینه‌زنی نباشد. بله بله، کامل معرفت افزایی باید بکنن، معرفت افزایی باشد، گفتگو باشد و مباحثه باشد و هر چی میتوانند این ایمان و باور و علم و دانش و معرفتشون رو افزایش بدن تا بعد در نهایت رفتار تغییر پیدا کنه. بله. خب فکر میکنم فرصت محدود است، بیشتر از 3 دقیقه وقت نداریم. پرسش های دیگه هم هست، من تا آخرین پرسش در مورد نسبت عاشورا و اعتدال یا میانه‌روی خدمتتان مطرح میکنم، آن هم در شرایطی که افراط‌گرایی و رادیکالیسم در دنیای امروز و مخصوصا در جوامع اسلامی شناسه و شاخصه اصلی انسان مسلمان به شمار میره در نگاه بیگانگان و بیرونیان و غربی ها. مثلا نهضت امام حسین چگونه میتونه به ما درس اعتدال و میانه روی بیاموزه؟ رادیکالیسم و افراطگرایی نتیجه و محصول جهل است. اگر کسی بخشی از معارف دین را میدانست و به او به شدت باورمند بود، اما بخش زیادی از معارف دین را، اخلاقیات را،
و اینکه توانایی رم نداشت که جرح و تعدیل کند، اهم و مهم کند، خوب و خوبتر و بدتر را از هم تشخیص بدهد و این جهل را داشت، این جهل ما را به تندروی و کندروی میرسانه. یا اونقدر بیعمل و کمکار میشویم که کم کم از دایره عامل بدین خارج میشیم، یا اینقدر افراط میکنیم که یکی از علما در نجف اشرف از مراجع تقلید دیده بود که یک کسی تازه مسلمان شده بود، بعد این تازه مسلمان انقدر متعبد بود، انقدر در مناسک دینی همت میکرد که یک وقتی مرجع تقلید به این مشکوک شد، این خواست، گفت بیا اینجا نشست، گفت که چه شده؟ تو یک سال شده مسلمان شدی، من خودم پدرم پدر جدم تا نستم تا زمان رسول الله مسلمان بودن، من به اندازه تو مسلمان نیستم، اینقدر که تو مستحبات و سنت ها رعایت میکنی من نمیکنم، دلیلش چیه؟ مأموریتت از کجاست؟ چه کسی گفته؟ گفت وقتی قصه رو دید لو رفته و سختگیریه، گفت از مجلس فرار کرد، معلوم شد جاسوس دشمنه. نقشه هایی میریزن و امت اسلامی از اختلافات اعتقادی که بینشان هست، نهله های کلامی، آجابا فقط دو دقیقه وقت داریم، و اختلافات فقهی و اختلافات آداب و رسوم، از این اختلافات استفاده می کنن، شکاف های بین امت اسلامی را بیشتر می کنن و هر کدام را از بینشان یک نفر یا چند نفر جاهل را استخدام می کنن، رسانه در اختیار اونها می گذارن و بعد این در بوق این رسانه ها می کوبن تا این گروه را علیه اون گروه، اون گروه را علیه این گروه تحریک کنن و هر دو گروه وقتی هیجانات و احساساتشون برافروخته بشه، مسلمان ها وضعشان همین می شود که در دنیای امسال دنیای اسلام میبینی که گروه های اسلامی همدیگر رو تکفیر میکنن، چه تکفیری شیعه چه تکفیری سنی داریم از هر دو جناب، بله داریم متاسفانه، افراد از هر دو طرف داریم، تندروی های جاهلانه است همه در فرقه های مختلف اسلامی داریم و این متاسفانه آفت جامعه انسانی شده و عاشورا به ما میرساند که محور باید یک قرآن باشد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، باید برگردانیم به قرآن و سنت، اگر با قرآن و سنت و اطرت هماهنگ بود علی ای اعیننا روی سر ما جار داره و اگر مطابق این نبود دیگه ما وظیفه اطاعت نداریم، چون با ما گفتن اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی ممنون، سپاسگزارم، خیلی جنبندی زیبا و آموزنده‌ای داشتین، سپاسگزاری میکنم از حضور حضرت عالی در این برنامه و از همراهی شما بینندگان ارجمند، تا برنامه فردا خدا نگهدارتون.